بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حضرت رسول الله. اما بعد، درود سلام خدمت دوستان هموطنان گرامی، به خصوص مجاهدین و مقاومتگران. امیدوارم صحت و سلامت رو در پناه رب العزت باشین. هموطنان گرامی، دین روز ماجرایی که رخ داد و در محفل کنگره جمعیت اسلامی تعداد افراد ولگرد و اوباش نوچک و بیادب گستاخ و دستور امانالای گذر، یک سرگروه، یک کسی که هویتش برای همگی معلوم است، بالای مجاهدین و مقاومتگران و مردم ما حملور شدن، گلوله شلیک کردن و دستور امانالا و با دستور جان احمد جو کردیش که از دو سرگروه هستند که همیشه دست از دو جنایتکار به خون مردم آغشته است. اینها نه مجاهد هستند، نه مقاومتگر هستند، نه رهرو قهرمان ملی هستند. ما اگر حرف تند داشتیم، حرف ما معقول است و دلالت بر شانشان میکنه. خب ما وقتی که در نظام بودیم، در صف نیروهای امنیتی بودیم و بخصوص در ریاست جنایی بودیم، ما شواهد بسیار قوی و مدارک و چیز داریم که، و ما در حوزه ابدای پلیس کابل هم بودیم. همی ده ها با مزرعه روسپی و دلال خانه و یارا میگرفتیم و صمد خان کویسانی مدیر جنایی ما بود. اینمی همگی اینمی روسپی ها و افراد و بد اخلاق و کسانی که روسپی خانه ها را بودن، اینها و وسط اینمی ظاهر که خود ظاهر کماندو میده، پیش ما ظاهر دلاک است، مربوط به می میشد، می میامد و می آوی چیز میکرد، واسطی از وا میشد و رهایشان میکرد. از قاچاق شراب تا بد اخلاقی هایشان تا قتل و قتالشان تا دوزی اختلاف شد. بزرگترین جنایت امانالله گذر شما دوستان همتمان گرام میفهمید که در سال 1384 وقتی نیروهای امریکایی تعداد بیشتر از ده ها موتر از زیر تانک کردن در حالت نشه و یک شکل وحشیانه و فجی مردم به شهادت رسانند، مردم مسلمان کشور ما، مردم مسلمان کابل به اعتراض پرداختن که ما هم الحمدلله و لطف رب العزت از جمع از امو کسانی بودیم که در اون روز ما ندای حق طلبی را بلند کردیم در برابر استعمار و ما هم مرمی خوردیم و زخم برداشتیم از طرف نیمی مزدوران و از طرف نیمی غلام ها و از طرف نیمی جنایتکار ها. و اونم روز در برابر مردم شریف و نجیب کابل امریکایی شلیک نکرد، بلکه نیمی ظاهر دلال امی امانالای دزد و قاتل و اختطافشی و یک سرگروپ که همیشه دستش به خون مجاهدین و مقاومتگرا و مردم ما، به خون ده ها کودامنی مجاهد و مردم مظلوم بیچاره دستشان آغشته است و تمام قتل و اختطاف جنایت هم میکنن. با شما ببینیم امروز در کدامن، تمام کدامن یک قضاوت عادلانه پیش وجدان خود بود، تمام کدامن طالب گرفته، جان مردم کدامن، مردم مجاهد کدامن در تهدید است. اما الله به جای از اینکه بره لشکرکشی بالای از وا کنن، میاد بالای مجاهد، بالای مقاومتگران، بالای وجه. ما وقتی که میگیم که امان الله دووس است، بی‌غیرت است، بی‌ناموس است، خب ما دلایل معقول داریم. شما ببینین در اوج سیاسرا بودن، اوج در اوج خرد بزرگ و ریسفید و کلان و مجاهد همگی مقامات بودن، قانونی سر مدرم بودن، استاد بودن، ده ها مجاهد بود. شما بیاین چهار تا او باش و دزد و لچک و روان کتو در برابر مجاهدین، در برابر مقامتگران، در برابر یاران و رهروان قهرمان ملی شما بیادر شلیک میکنین مرمی. شما همت ندارین که از خانه خود دفاع کنید تو امان الله دزد و اختطافی و مافیای لچک بازمیه در برابر مجاهدین. تو بیادر چنین گستاخی و بیادبی میکنی، ما هر آنچه عمل حرفی گفتیم تو شایسته از ما هستی. و در شادچا در برابر مردم بیادر تو مردم کابل که در برابر جنایت امریکایی خیس استادایی که تو کشتی مردم ها قماندان شارا بودی، باز رفتی قماندان امنیه شدی. تو ظاهر دلال که به نام ظاهر دلال کسی که پیش ما یک آدم مرده هستی، تو صد بد اخلاقی و جنایت و رزالت تو پیش ما هست، صد رزالت. تو در اون طرف فروشی ها که بودی چی جنایت، تو چند تا روز به خانه مربوط تو میشد. تمام گزارشات به ما در حوزه ابدا که بودی میرسید، بچت مفعول سر او با مزرعه از دوستان هموطنان گرفت، حال که او موقف گرفته در برابر ما اتهامات بی اساس، حرفای ناشایسته، حرفای احمقانه و طفلانه که یک حرفایی که اصلا نگه. الحمدلله شهرت ما، هویت ما، تاریخ ما و کلگی معلوم است، همگی الحمدلله. این همت و جرأتی که مردم ما داره، تاریخ ما و شما با خوب معلوم است. یک گندنه فروش چلو دلاک است پیش ما خوب امان الله تا به خود سیال نمیگیریم. ما که بادار بادارت میزنیم که استعمار است،
تو خود شما یک لچک هستین، اوباش هستین، شما قاتل هستین، مافیایی هستین، دزد هستین، اختلاسی هستین. نام مجاهد مقاومتگر رو دیگه نگیری، نام جمعیتی رو تو امان الله و چهار تا دلقک های دزدت نگیره. تو کی هستی؟ مجاهد کودامان پیش شما ملاس تاج محمد مجاهد است، مجاهد کودامان مقاومتگرش پیش شما عامر انور اوریاخیل است، مجاهد کودامان پیش شما آجی داوود کلکانی است، پیش صدها مجاهد مقاومتگر دیگه است. تو کی هستی؟ یک دزد هستی، یک دزد هستی. بعد ده ها دستت به ده ها خونه اما هموطن اما قوم و وطندار کودامانی ما این چیز است. تو در شهادت اما قماندان امالای قشید تو دست داری، در شهادت و ترور برادرزاده ملاس تاج محمد مجاهد تو دست داری، در ده ها مورد تو یاردل خان نظامی رو تو بیاد در جنگ انداختی که قماندان صاحب جنرال صاحب بزمرای به دستور منافقت و رزالت تو بودک، ده ها منافقت و رزالت تو در کدامن نام جوان کدامن سر بلند میکنه تو ترورش میکنی. تو یک قدر پست رزیلتی، تو یک دوز دلو چک هستی، کی هستی تو؟ تاریخ ما شما با معلوم هست. باز تو ظاهر دلال میایی وامیدی فامیل توی تو گره فامیل ما الحمدلله با همه گی معلوم هست، همینجا کتی خود ماست همه گی میدانه دیگه، ضرور نیست که تذکر بتیم. مثل خود فکر کردی روز پیزاده یک عزت و بیابرو تو چند سال پیش تو هم امالا نکشیده بود و اون کارهای پستی و رزالتی که خبر شده بود روز پیخانه داریه همین تو ظاهره با مزد که واضح بگویم از مردگاه خانهایت خبر شده بود کشیده بوده و حضور چیز داری و چند تا قماندان پیش کردی و هر دلالی و رزالتی کردی باز دوباره کتی خود گرفتید. از این تمام را باز تاریخ ما شما معلومه، از ما بارها برد گفتیم آتو کی که ما خود ای خانه خود نمیخوایم، تو را دعوت نمیخود که بیا اینجا ما تو جنگ کنیم. اموجا مهمه پیشت انشالله. خراسانی یک سرباز راه آزادی است که در برابر بادارت میزنه خدا، در برابر بادارت. تو خودت یک دلال هستی، یک گندنه فروش چلو هستی. تو کی هستی؟ تو سیال من هستی. تو الحمدلله سم الحمدلله تاریخ بابا و اجداد ما تاریخ زرین داره که در برابر انگلیس و در برابر استعمار جنگ کرده. تو کی هستی؟ تو یک مزدور، یک غلام، یک لچک، یک گوباش شعله ای هستی تو. اما الله حال من میفهم تو تاریخ تو را تو سرگروپ سنگی نبودی، تو یک لچک و یک بیزت کار بیزتی که تو در حق قوم و وطندارای ما کرده ای در شکست کابل، نه طالب کرده، نه داعش و نه غنی. تو از اونم خاطر تو بی‌ناموس هستی و او رای بچه حکای فیسبوکی نو نمیفهمه که تو چی رزالت تو سر رای مردم پنشیر در رای در سقوط دوران کابل گرفتی. او را ما میفهمم که تو چی رزالت ها کردی. شما برین تو پرسانگو ما نم نمیگرم از قماندان هایی که کشته شده دمو روز دمو ساد و دمو ثانی از طرف افراد تو که سر رای را گرفتن به عزت و احترام خانواده از او ما نامش نمیگرم. ولی تو چی رزالتی کردی؟ تو امان الله دوست بغیره کردی. باز میای یک مردم مجاهد کدامن تو رو به مردم کدامن مردم پنشه چی؟ مردم پنشه کلش روز یک فامیل است، کدامن کلش برادر ماست، کل ما احترام به قوم همه اقوام شریف مسلمان نجیب کشور داریم. تو خود دزد هستی، تو قاتل هستی، تو اختلافچی هستی، مافیایی هستی، تو مزدور امریکایی هستی. تو نزدی تو در شورچار مردم در تظاهرات نزدی؟ یک دزد، یک لچک، یک اوباش، یک گستاخ، یک بیادب، یک سرگروپ بی عزت تو بی ازمیه دواج جهاد و مقامت و فرمانده و رهبر بودن رو میکنی. شرم از بر تو، مثل تو کسانی که از تو پیروی میکنن از اونمو صلاح الدینت میکنه که یک آدم بی برنامه، یک آدم مفسد. تمام داستانهای تو نمامه کنی، تمام داستانه جان احمد تینمی تو مثل تو رو بارید ازبکستان اون رستوران داره برو که چی فساد اخلاقی هست. تو در دبای اوگستا یا تو رزالت ها و فساد اخلاقی در دبای فکر نکن که برای ما هیچ حرفتان نمیاد، دستتان خلاص، ولی زور پدر رو در پدر کلان دیگه برسه یه گز و میدان باز ما شما میبینیم دستتان خلاص. تو یک دوز دستی ما الحمدلله مجاهد است، مجاهد سر زندگی دنیا خبر نیست، مجاهد تجارت با الله داره، با جان خود نفس خود با الله میفروشه به برابر از این که دین الله پیروز باشه. نه دوست، نه قاتل، نه اختطافشی، نه مافیا، نه مزدور استعمار، نه مثل ترور لچک. باید است که همه این مردم مسلمان چیره منفور ترور لچک ها را بشناسد. استازت ها یک مجاهر است، یک یار و همسنگر قهرمان ملی کشور است. ما الحمدلله در افکار و در فعالیت سیاسی و در عقیده خود مستقل هستیم، ولی اون مجاهد در کنار عامر صاحب شهید بودک در روزگار حق بر علیه باطل. امروز مسئولیت ماست که ما از او دفاع کنیم. ما کسی نیستیم چاپلوسی و تملق کنیم و بسه با کسی باشیم. این مسئولیت ایمانی ماست. به هر دزد و گستاخ و ولگرد و لچک
هر مافیا، هر مزدور آیسای پاکستان اجازه نمیدید به مجاهدین توهین کنند. اونا درس عبرت براتون دادم دین روز. شیرانی که در کنار استاد بودن. شما شرم نداری، حیا نداری، از خانوادت کنترل نداری، چهار طرف کدامانه طالب گیرده میده برابر یار همسنگر قهرمان ملی با تفنگ کشی میکنی سر ایجه. وقتی بیناموز گفتیم دست چرا کجا شاسرا بودن، اونجا بانوهایی بودن از عضو جمعیت. تو اومدی بر روی علیز شلیک میکردی، تو بیناموس هستی. اونو بیناموسی دوران سقوط یک دوران حکومت استاد ربانی او بیناموسی، این بیناموسی ده ها بیناموسی کرده، تو بیناموس هستی. تو اگه بانوموس میبودی با بناموس و عزت هموطن خود احترام قائل میبودی. این پشونا بسا مردم با عزت بانوموس هستن. امی دشمن پدر جان که باشه دشمن پدرش که پدر جان که باشه. امی سیاست کتیش بود تیر خودم میاره. یک عزت و انسانت هم میکنه. ولی توی پاسنا داری به عزت و بیناموس هستی. این مردم بعضی ها بسیار کم مردم درک میکنن. هر بی عزت و بی آبرو درک نمیکنن. هر جت و جلا و نداف و چلو درک نمیکنن. این انسان های بانوموس درک میکنه که تو چه رقم بی عزت آدم هستی. دستتان خلاص. خدا و رسی که باز ما شما میفهمیم به هر صورت. السلام علیکم و رحمت الله.